سلام جمعه دوی اسفند 92 21 فوریه 2014 میلادی در مورد چهار موضوع امروز صحبت میکنیم موضوع اول اینکه روزنامه آسمان توقیف شد بعد از اینکه حملات سنگینی رو به این روزنامه کردن بالاخره به حکم دادسرای امور فرهنگی روزنامه توقیف شد و مدیر مسئول آقای عباس بزرگ مهرم راهی زندان شد برای او غریق وسیقه 300 میلیون تومانی صادر شد اما همون کلک هم پنج شنبه بعد از ظهر گفتن قابل تامین نیست بنابراین این راهی زندان شد حداقل تا روز شنبه اما بهانه توقیف مصاحبه با آقای باوند بود هرمیداس باوند که ایشون شرح ماوقع سال 60 رو داده بود و اطلاعیه جبه ملی که در اون به حکم غیر انسانی قصاص اعتراض کرده بودند و گفتن این مطرح کردن غیر انسانی بودن قصاص در دو جمله کوتاه در این مصاحبه هست و جالبه که هم سردبیر هم مدیر مسئول گفتن ما میخواستیم حتی این رو هم در بیاریم اما اشتباه چاپی باعث این کار شده و اشتباه فنی و به هر صورت بعد از روزنامه بهار این دومین روزنامه ای است که توقیف شده و بیشتر میشه گفت که حمله به جناهایی است که به اصلاح طلبان نزدیک هستند احمد خاتمی امام جمعه تهران هم مطرح کرده که نباید فقط به توقیف این روزنامه اکتفا کرد برای اینکه اینها در زمین آمریکا بازی می کنند و خلاصه باید برخوردهای های شدید تر کرد لابد باید اعدامشون کرد اما روح الله توانا جوان مشهدی که در آستانه اعدام قرار گرفته حکم او در دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور هم تایید شده به جرم به اتهام اهانت به پیامبر اسلام و البته ساختن مشروبات الکلی مستند هم فیلم خصوصی است که در منزل او روی کامپیوترش بوده موضوعی که با هیچ شرعی قابل توجیه و توضیح نیست ظاهرا اینطور که مادر او گفته این جوان در منزل شخصی با برادرش مشروب الکلی خورده بوده جمله ای رو گفته که توهین به پیامبر بوده اما فیلم روی کامپیوترش بوده به کسی هم نشان نداده یک کسی گفته بوده در منزلش کارهای ضد انقلابی و اسناد ضد رهبری داره مامورین اطلاعات که ریختن کامپیوتر رو بردن بعدا این فیلم رو دیدن همینطور هم فیلمی که به شوخی از ساختن مشروبات الکلی پیدا کردن به هر صورت به موجب ماده 262 قانون مجازات اسلامی اگر کسی به پیامبر یا پیام پیامبر اسلام یا پیامبران دیگه توهین کنه اعدام میشه اما بلافاصله ماده بعد همین قانون که صدها اشکال هم داره تصریح میکنه که اگر کسی در حال مستی یا غضب یا نقل قول از دیگری یا صحف یا غفلت این رو گفته باشه اعدام نداره به هر صورت موردی است که نقض آشکار نه فقط حقوق بشر بلکه حتی قوانین موضوعه ای ایران 110 کارگر پیشرو کارگر کارخانه پیشرو مصالح در بجنورد بیکار شدند و کارخانه تعطیل شد به دلیل مشکل مالی ضمن اینکه کارگران نیم ماه هم بود که حقوق نگرفته بود در شهر اهر هم به جلسه ای که در منزل برگزار شده بود مورد حجوم امنیتی ها قرار گرفت و پنجاه فعال مدنی دستگیر شدند بعضی ها تعداد دو تا صد نفر هم برآورد کردند امروز روز جهانی زبان مادری است 21 فوریه و ظاهرا این تجمع هم برای این جلسه هم برای تدارک این روز بوده پاره از دستگیر شدگان قبلا هم به دلیل فعالیت مدنی برای زبان مادری دستگیر شده بودند. اما زندانیان سیاسی زندان رجای شهر با صدور اطلاعی, اطلاعی حمله به بهایان رو محکوم کردند. در انتخابات 28 دوره کانون وکلا 29 نامزد و کاندیدای عضویت هیئت مدیره رد صلاحیت شدن و به قول وکلا میگن این رد صلاحیت ها اصلا بیرون از کانون وکلا و در واقع سیطره دستگاه های امنیتی است معاون وزارت آموزش و پرورش و رئیس سازمان نهزت سواد آموزی هم عنوان کرده که در کشور 9 میلیون و 700 هزار بی سواد وجود داره نکته دوم این که آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعلام کرده که ایران به تعهداتش در توافقنامه ژنو که آذر ماه امضا شده تا اینجای کار عمل کرده یعنی قنیسازی 20 درصدی رو متوقف کرده سنتریفوج جدید نصب نکرده و تا کنون یک چهارم ذخایر 20 درصدی خودش رو هم اکسیده کرده بعد از مذاکرات ویان ام یک مقام امریکایی عنوان کرده که مسئله موشک های بالستیک ایران هم در دستور مذاکرات قرار گرفته این در حالی که آقای ظریف تکذیب نکرده اما گفته فقط در مورد مسائل هسته‌ای صحبت خواهد شد به نظر میرسه که ایران پذیرفته راجع به مسائل موشکها صحبت بکنه بازرسی بشه ولی بعد از مسئله هستهی به اون پرداخته بشه بی بی سی هم خبر داده از اینکه اختلاف اصلی در واقع برای اون قرار داده جامعه بیش از همه روی مسئله سایت فوردو هستش و موشک های ایران اما بریتانیا و ایران دیروز پرچم دو کشور رو بر فراز سفارتخونه هاشون برافراشته کردن و از این پس قرار است روابط رسمی از طریق کاردار غیر مقیم و مقامات رسمی دو کشور برقرار بشه اما بریتانیا عنوان کرده که هنوز برای باز کردن سفارتش در تهران تصمیم نگرفته و عنوان کرده که قطعا ایران باید خسارت های وارده به ساختمان های سفارت بریتانیا رو بپردازه موضوعی که کاملا به لحاظ عرف بین المللی جایز رایج و ضمنا تحقیری برای آقای خامنه ای و اعوان و انصاری که ایشون گسیل کرده بود برای حمله به سفارت بریتانیا و این افتضاح رو به بار آوردن یک روزنامه یونانی هم افشا کرده که قطعات هواپیماهای F4 و F14 دو جنگنده مدل قدیمی که ایران داره و امروز اصلا خیلی به کاری هم نمیاد و آهن قرازه بیشتر محسوب میشه در صنعت هوانوردی جنگی از طریق دو دلال اسرائیلی قرار بوده تامین بشه که در یونان توقیف شده و امریکا مشغول رسیدگی به اون هستش روزنامه هارتس اسرائیل خبر داده که این دو طبعه اسرائیل دستگیر شدن اما نکته سوم اینکه در اوکراین آمار کشتگان به 110 نفر رسیده تب و تاب در سراسر اوکراین هست سرکوبگرا از تاکتیک تک تیراندازها که جمهوری اسلامی به کار میبره استفاده میکنند و فعالین رو در خیابان ها از روی بام ها به شکار میکنند، آنچنان که ندا در ایران همینطور کشته شد و وزرای خارجه اتحادیه اروپا در اجلاسی که داشتند تصویب کردند که لیستی رو تصویب کردند که سرکوبگرا در اون تحر، مشمول تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفتند آقای بایدن معاون رئیس جمهور امریکا با یانکوویچ رئیس جمهور اوکراین صحبت کرده و گفته لیستی تهیه کرده امریکا هم که مقامات اوکراینی رو در تحریم قرار خواهد داد و آقای یانوکوویچ رئیس جمهور به وزرای خارجه یا آلمان فرانسه و لهستان که با او دیدار کردند قول داده موافقت خودش رو اعلام کرده با برگزاری انتخابات زود هنگام مجلس و ریاست جمهوری اما روزنامه وال جورنال هم خبر داده از اینکه امریکا طرح دخالت در سوریه رو داره تهیه میکنه که به موجب اون هم منطقه ممنوعه پروازی برقرار بشه و هم تجهیزات ضد هوایی به مخالفین تحویل داده بشه اما نکته آخر اینکه آقای علم الهدا امام جمعه مشهد عنوان فرمودند که ضد انقلاب لایک رو میشه تحمل کرد اما ضد انقلاب دینی رو نمیشه تحمل کرد چون که از طریق اینها امریکا میخواهد وارد در روحانیت نفوذ کنه البته قبلا به دگراندیشان لایک هم بارها, با بارها و بارها تهمت امریکایی و غیرو زده شده و اینجور تهمت ها جدید نیست آقای بوشهری مدیر حوزه علمیه هم عنوان کرده که روحانیت کم هزینه و پرفایده است جناب آیت الله کعبی عضو مجلس خبرگان رهبری هم فرمودند که مردم اشتباه میکنند مجلس خبرگان قرار نیست به رهبری نظارت کنه بلکه وظیفش مراقبت پاسداری و حراست از رهبری است ایشون خوب یک بار حداقل همین قانون اساسی رو بخونه اندکی سب سحر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به امید پیروزی ایران و ایرانی